زیر آسمان کابل هزاران فرد تحصیل کرده به سر میبرند که با آغاز روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان برای فرار از آنچه که یک آینده نامعلوم میگویند تصمیم به مهاجرت گرفتند. پروانه یکی از این جوانان است که از رشته ادبیات دری پوهنتون ننگرهار فارغ شده است و سند فراغت از رشته ژورنالیسم را نیز از یکی از مراکز آموزشی شهر کابل دارد. پروانه که در حال حاضر یک وبسایت خبری را مدیریت میکند میگوید که برای زنده ماندن تصمیم به مهاجرت گرفته است. منتظر یک آینده نامعلومی هستیم. حتی ما از فردای خود خبر نیستیم که زنده هستیم یا نیستیم. یعنی اینمی فقر و بیکاری و بدبختی و همچنان کنارش نبود مسئولیت ناامنی باعث شد که ما و امثال ما جوانایی که یعنی جوانای تحصیل کرده یا فعال افغانستان یعنی باعث شد که ما از افغانستان ترک کنیم یا یکی تصمیم یک ذهنیتی بر ما خلق شد تا یکی بتانیم از افغانستان بیرون برایم و زنده بمانیم. محمد یکی دیگر از جوانان است که از ادبیات انگلیسی پوهنتون کابل فارغ شده و چند سال با نیروهای آمریکایی به عنوان ترجمان کار کرده است. او که در تلاش کسب ویزه مخصوص مهاجرت امریکاست میگوید که اگر این ویزه را به دست هم نیاورد به دلیل در خطر بودن جانش ناگزیر است که از راه مهاجرت غیر قانونی افغانستان را ترک کند. دولت توانایی یعنی تضمین همی اشخاصی که با نیروهای خارجی کار کردن را ندارند و ما مجبور به این هستیم که اگر ایالات متحده امریکا به زندگی از این کسایی که با اینا کار کردن توجه نکنند مجبور به راه‌های دیگه که راه‌های قاچاقی است شون و ترک بکنن افغانستان را. افغانستان یکی از چند کشور است که بیشترین تعداد پناهجو را در جهان دارد. بر بنیاد آمارها 6 میلیون و 500 هزار شهروند افغانستان در 70 کشور جهان در مهاجرت به سر میبرند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که 2 میلیون و 500 هزار افغان در ایران و 2 میلیون و 400 هزار افغان در پاکستان مهاجر هستند. 600 هزار شهروند افغانستان در کشورهای اروپایی نیز مهاجر شدند. اما نگرانی اصلی مهاجرت افراد تحصیل کرده از کشور است که احتمال کمبود افراد متخصص را افزایش داده است. زمانی که بر از اینا فرصت کار و از لحاظ امنیتی هم تهدید مواجه شوه و وجود داشته باشه اینا کشور را ترک میکنن و یک تشویشی است که وجود داره. از این لحاظ بهتر است که یعنی در داخل افغانستان باید توجه بیشتر روی روند صلح بیشتر صورت بگیره و متأکد هستیم در صورتی که صلح در افغانستان تامین شود ما میتونیم جلوگیری بکنیم از رفتن همچون اشخاص. آمار دقیق از شمار افراد تحصیل کرده ای که با آغاز روند خروج نظامیان خارجی افغانستان را ترک کردن وجود ندارد، اما گفته می شود که این رقم به هزاران نفر می رسد. آنچه که این احتمال را تقویت کرده است که افغانستان پس از 20 سال ظرفیت سازی همانند دوره طالبان بار دیگر با کمبود و حتی نبوده افراد متخصص مواجه خواهد شد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.